اخیرا حسین توهی خواننده رپ فارسی به همراه دو خواننده مشهور اهل ترکیه مصطفی چچلی و سینان آکچلی ترانه‌ای به نام دنیا منتشر کردند که پیامی به دنیای ما، ترانه‌ای که با استقبال مقامات ترکیه از جمله وزیر بهداشت این کشور همراه. اخبار میگه خونه بشین، تفلکی کوچه نشین، یکی شب میگیره همون شیر، یکی لنگ همون یه دونه شیر، پدر مادر و یکی یکی میرن، درداشونو به یکی دیگه میدن، کوه غم کوه صبرن، مرگ عزیزاشونو یکی یکی دیدن، میدونم سخت میگذره، بیمارستانا تخت نیست کمه، درسته اهم دوریم یه مدت، ولی روزای خوب نزدیک تره، سرفه تب استرس، سفره شب نصف قص، قبض آب قبض برق قبض زایمان بچه قبل مرگ، ای سنجا دولو دنیا سینی دوشون حسین توهی از لس آنجلس در کالیفرنیا با ما. حسین خوش اومدی به این برنامه. میدونم که در این مدت در قرنطینه با هوادارانت از طریق اینستاگرام در تماس بودی. چی شد که به فکر همکاری با خواننده های اهل ترکیه افتادی و این اثر خلق شد؟ بله، سلام عرض میکنم به همگی. و من راستش خیلی بیشتر هدف اصلیم همدردی با دنیا بود، برای همین اسم آهنگ اصلا گذاشتیم دنیا. و این یه درد مشترک در همه کشورها هست، حالا چه تو ترکیه چه تو ایران، و مطمئنا خب نصفی از کشور ما هم ترک زبان هستن. گفتم فرصت مناسبیه که این همدلی و همدردی رو که برای جهان و دنیا هست و با دو زبان مختلف کار بکنیم. و سه تا هدف مهم داشتم من تو این آهنگ. یکی این که حمایت از کسایی که میگم اخبار میگه خونه بشین، تفلکی کوچه نشین، یعنی کسایی که خونه ندارن یا کار ندارن، منظور کسی که نمیتونه برای امرار معاش زندگیش خونه بشینه و باید بره بیرون، اونا باید چی کار بکنن. و همینطور حمایت از پرستاران و کادر درمانی که قهرمانای اصلی هن، و همینطور همدردی با عزیزانی که عزیزانشون از دست دادن تو این واقعه کرونا. یه بخشش هم به زبان ترکی خوندی، تجربه اجرا به ترکی داشتی قبلا؟ نه، من ترکی اصلا بلد نیستم، ولی خب انقدر ترکی کنسرت داشتیم در مدت‌های طولانی خیلی آشنا هست واسم به گوشم، ولی خب تو یه هفته راستش فقط تمرین کردم و آخرش رو یه تیکه ترکی یعنی کورس آهنگو به زبان ترکی خوندم که فرستادم برای خود مصطفی چچلی و سینان آکچیل. خیلی براشون جالب بود و میگفت چقدر بدون اشتباه خوندی. حالا ما که ترکی متوجه میشیم، ولی به گوش ما هم به نظر میومد که خیلی خوب اجرا کردی. دوران کرونا دوران بسیار متفاوتیه، خصوصا برای هنرمندها. رو تو چه تأثیری داشت این تجربه؟ راستش خب باعث شد که یه سری کارهای که هیچ وقت توی وقتشو نداشتیم، چون همیشه درگیر کنسرت ها بودیم یا ضبط میوزیک ویدیو در کشورهای مختلف، باعث شد که راستش برای خود من خیلی مثبت بود یه سری جاهاش. خب یه سری جاهاش هم طبیعتاً دلم یه ذره شده که برم دوباره برنامه اجرا کنم برای هوادارام در کشورهای مختلف، اون قسمتش خیلی غم انگیزه. و راستش یه چیزی، حالا من در مورد داشتم میشنیدم میگفتین که در مورد وزیر بهداشت ترکیه یه مسئله رو گفتین، دوست دارم یه چیزی رو خیلی جای خوشحالیه که مسئولین ترکیه حمایت میکنن، ولی مسئولین خود ما با اینکه میدونن این کار برای مردم هست و برای حمایت از کسایی که ضربه دیدن در کرونا، هیچ وقت حمایت نکردن و از موسیقی و کسایی که همه هنرمنده نه فقط من، همیشه در زیر ذره بین بوده که یا بازداشتشون کنن یا دستگیرشون کنن یا فیلتر بزنن روشون و مجوزیشون کنن. به نظر من
از همینجا این تریبون استفاده میکنم که چیزی به نام مجوز باید برداشته بشه از یه هنر کشور تا بتونن آزادانه هنرشون رو بیان بکنن در هر زمینه و هر سبک و هر موسیقی. خیلی کوتاه اگه بگی برنامه چیه بر در آینده، فکر میکنی کی بتونی کنسرت بذاری، یا اینکه قصد داری مثلا کنسرت آنلاین بذاری؟ خیلی از هنرمندا در این مدت کنسرت های آنلاین گذاشتن. بله، یه فستیوال داشتم من تریلر که با بزرگان موسیقی اسنوپ داگ، پیتبول، میگوس و اینا بود، مارشملو، یه هفته پیش بود، یه ماه پیش و فکر میکنم آنلاین یه بار دیگه این کارو بکنیم، ولی دیگه منتظر میمونم که مرزها باز بشه و بتونیم دوباره فعالیتمون رو روی صحنه. میگم حسابی دلم تنگ شد و لحظه شماری میکنم که به تور و کنسرت و برنامه ها برگردیم. ولی قصد نداری که یه کنسرت سولو تنهایی آنلاین داشته باشی برای طرفدارا؟ اگه با بی بی سی بذاریم چرا که نه بذاریم. باشه، پس من صحبت میکنم با سردبیران. متشکرم ازت، برات آرزوی موفقیت میکنم. حسین توهی از لس آنجلس. برای همگی و امیدوارم که دنیا روز به روز بهتر بهتر بشه. تحمل کنید، تموم میشه. مرسی. متشکرم.